سلام دوستان، عده ای از ما پرسیدن که ما چطور میتونیم تشخیص بدیم که یه کلمه رو مثلا باید با سین بنویسیم یا با صاد یا سه نقطه. جوابش اینه که هیچ راهی وجود نداره مگر اینکه شما اونا رو از حفظ بکنید. البته همه رو که نمیشه از حفظ کرد، ولی ما برای شما کلماتی رو که به طور روزمره زیاد استفاده میشن انتخاب کردیم. میتونین شما روزی 3 یا 4 تا از اونا رو از حفظ کنید و این باعث میشه که اگر شما یک کلمه جدیدی شنیدین و جزو از حفظ شده های شما نبود، تقریبا حدس بزنین که باید با سین نوشته بشه، نه با صاد یا سه نقطه. من امروز از روی یک سری کلمات نوشته شده میخونم و بار دوم در ضمن خوندن اگر نیازی بود در مورد اونها توضیح میدم. خب حالا دقت کنین، براتون یه بار کلمات رو میخونم. صدا، صابون، صورت، صبر، صورتی، صبور، صحرا، صدمه، صاف، وصل، قصاب، فاصله، قصد، گل قاصدک، فصل، فصول، مقصد، وصال، قصه، قصه، قواس، حاصل، محصول، عصا، عصب، اعصاب، عصبانی، مفصل، حصار، عصر، عصرانه، قرص، تحصیل، محصل، هرس، صخره، صحیح، سائقه، صبح، صحبت، صفر، صندوق، صنعت، صف، صوت، صد، صندلی، صادق، صابر، ناصر، منصور، صدف. خب اینا کلماتی هستن که برای حرف صاد براتون نوشتم. علت این که این کلمات بعضی یکیش قرمزه یکیش سیاهه، قرمز که نه، صورتی، یکی صورتیه یکی سیاهه، به خاطر این که چشم شما خسته نشه و راحت تر بتونین اینا رو بخونین. حالا من سه نقطرم براتون این کلماتی که فکر میکنم که بیشتر شما باهاش کار دارین رو نوشتم که اینا رو هم دقت کنین، میخونم براتون. ثابت، سمین، میسم، ثریا، ثروت، اساس، ثانیه، مثلث، کثیف، لسه، باعث، مثل، کیومرث، اثر، آثار، ارث، ثبت
ده نام، مثال، ثروتمند، بحث، حادثه، حوادث. خب حالا دقت کنید که من معنی بعضی از این کلمات رو که احتیاج به معنی کردن و توضیح دادن داره براتون اونا رو توضیح میدم در نوبت دوم که دارم میخونم. حالا توجه کنید به معنی بعضی از کلمات. قبلا بهتون بگم که ما به خاطر اینکه شما راحت تر بتونید کلمات رو بخونید اونا رو با دو رنگ نوشتیم. صدا، صابون، صورت، صبر یعنی تحمل و بردباری، صورتی، صبور یعنی کسی که تحملش زیاده، صحرا، صدمه یعنی ضرر یا لطمه، صاف، وصل، قصاب، فاصله، قصد یعنی تصمیم و اراده، گل قاصدک، فصل، فصول جمع کلمه فصله، مقصد یعنی وقتی از یه نقطه به نقطه دیگه برسیم نقطه دوم رو میگیم مقصد. مثلا اگر قرار از تهران به تبریز بریم تبریز رو میگیم مقصد. وصال یعنی به هم رسیدن یا پیوستن. قصه، قصه، غم و اندوه. قواس یعنی کسی که با دستگاه مخصوص و اکسیژن به اعماق دریا میره برای یا صید مروارید و یا کارهای تحقیقاتی. حاصل، نتیجه، محصول یعنی اون چیزی که به دست میاد در اثر کار، مثل محصول کشاورزا. عصا، عصب، اعصاب، عصبانی، مفصل، محل اتصال دو تا استخوان به هم رو میگیم مفصل. حصار یعنی دیوار. عصر، عصرانه، قرص یعنی یکی از شکل‌های دارویی. تحصیل، محصل، حرص یعنی طمع، طمع داشتن. صخره، سنگ‌های خیلی بزرگ رو میگن صخره. صحیح، صاعقه، وقتی رعد و برق میشه اون برقی که به طرف پایین میاد و به زمین میرسه باعث سوختن جانداران و یا درخت ها میشه اونو بهش میگیم صاعقه. صبح، صحبت، صفر، صندوق، می نویسیم صندوق، صندوق، می خونیم صندوق. صنعت، صف، صوت یعنی صدا. صد، عدد صد. صندلی، صادق، اسم به معنای آدم راستگو هم میشه. صابر هم اسمه ولی به معنای کسی که صبر داره هم میشه. ناصر اسمه، منصور اسمه، صدف اسمه ولی
یک جانورانی هستن، نرمتنانی هستن در کف دریا که اینها یه پوسته و بدنه شاخی سفتی دارن. وقتی که خودشون از بین میرن، اون قسمت های شاخی شده میان به سطح آب و به ساحل میان. به اونا میگن صدف، که شکل ها و رنگ های مختلف داره. حالا توجه کنید به کلماتی که با سه نقطه نوشته میشن. ثابت یعنی یه چیز که محکم باشه و تغییر نکنه. سمین اسم میسم، اسم سریا، اسم ثروت یعنی پول و مال فراوان. اساس یعنی وسایل. ثانیه مثلث، یکی از اشکال هندسه است که سه ضلع داره. کثیف لسه باعث یعنی سبب. مثل کیومرث اسم. اثر آثار که جمع اثره. ارث اون چه که از یک آدمی باقی میمونه وقتی فوت میکنه. ثبت نام مثال ثروتمند. بحث یعنی گفتگو. حادثه یعنی اتفاق بد. حوادث جمع حادث است. امیدوارم که این کلمات رو که الان براتون خوندم همه رو بتونید به خوبی و راحتی از حفظ کنید و همه رو یاد بگیرید. تا بعد، خدا نگهدار.